استودیوی ویژه فوتبال برتر برای جام ملت‌های آسیای 2011 در خدمت شما عزیزان هستیم و می‌خوایم در خدمت جناب آقای دکتر ذوالفقار نسب و جناب آقای مرادی عزیزان و همکارانمون از مراکز استان‌ها، گزارشگران، برنامه‌سازان و کارگردانان ورزشی مراکز که صدای گزارشگران رو در طول این سال‌ها همیشه شنیدید، این روزها در همایشی در تهران دور هم جمع شدن، یه هماندیشی انجام بدن، یه بازآموزی بشه در واقع دورهایی که گذروندن و در واقع جدیدترین اطلاعات رو با هم مبادله بکنن که در ادامه در رقابت‌های لیگ حداقل روی آنتن سراسری هم می‌بینیم و در مراکز استان هم عزیزانمون در هر استان از خدمات این عزیزان بهره می‌برن. اما اجازه بدید که اول من عذرخواهی هم بکنم از آقای دکتر ذوالفقار و آقای مرادی که امروز اصلاً وقت نداشتیم، در به هر حال یه جوری پیش اومد، اونقدر فشرده بود که پیام ها و اینا که نرسیدیم در خدمتشون باشیم. امیدواریم از این 20 دقیقه بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم. آقای مرادی راجع به داوری بفرمایید که بعد صحنه ها رو هم دوستان محبت کنن نمایش. خواهش می‌کنم. آقای یوسفی، قابل پیش بینی نبود که این بازی اینقدر پر برخورد بشه، مثلا تیم امارات خوب نمی‌دونم خیلی خشن این بازی رو اداره کرد و اون خشم بازی کردن تیم امارات باعث شد که به حال داور در میون تعداد بیشتری از کارت‌های زرد و حتی اخراج و کارت قرمز استفاده کرد. احساس کردن از در واقع آیتم اهرم روزی استفاده کنن چون دیگه به لحاظ فنی نتونستن. ما قبلا هم خدمت گفتیم اگرچه خب آمار زیاد اختار ممکنه خوب نباشه، ولی جایی که ببینیم بازی داره به خشونت میره، یکی از ابزارهای کنترل مسابقه کارت داور فوتباله و این داور به درستی از کارتاش استفاده کرد. حالا در نمیگم همه، ولی در بسیاری از جا به جا و به موقع استفاده کرد به موارد اخراجی که داشت. حالا رو بازیکن ایران من توضیح میدم. دوستان عزیزمون در فنی پخش اگه محبت کنن یک به یک تصاویر رو هم نمایش بدن خوشحال خواهیم شد که بله روی LCD هم بدید که آقای LCD بزرگ که آقای مسعود مرادی عزیز هم بتونن نظر بدن. این صحنه با توجه به توپ بین تو بازیکن قرار میگیره و بازیکن حق داره با پا توپو ضربه بزنه. اون کسی که بازی خطرناک داره انجام میده بازیکن ایرانه. بیش از حد بله بازی خطرناک، یعنی ممکنه برای خود و یا دیگران باعث خطر بشه. اینجا بازیکن قرمز با آوردن پاش بیش از سرش بیش از حد پایین اومده بود، بازی خطرناک بود. بسیار خوب. این صحنه بعدی، این صحنه فقط خطاست و داورم به درستی فقط اعلام خطا کرد، نیاز به جریمه شخصی یعنی کارت زرد نبود جناب یوسف. بله این صحنه هم خطاست، البته بله. در ادامه توپو بازیکن ایران تصاحب میکنه که داور ادامه بازی داده بود. بله. آرش افشین هر دوتا اختارش درست بود آقای. حالا اختار دومش که الان من بحث داریم. بله. اولی هم حتی سختگیرانه بود. اولیش هم سختگیرانه بود. خب این صحنه فقط یک ضربه آزاد مستقیم بدون هیچ گونه جریمه شخصی. جریمه شخصی. و داورم به درستی فقط یک کارت یه خطای مستقیم اعلام کرده بود. ضربه آزاد مستقیم. بله. از نمای دیگه همون صحنه بله. است که به تصویر کشیده شده. اینجا آفساید بود. اینجا به هیچ عنوان یه مقدار دست بازیکن جلوتره که دست بازیکن مهاجم و شما در وضعیت آفساید محاسبه نمی‌کنن. باید ادامه بازی کار درست ادامه بازی بود. کار درست ادامه بازی بود که کمک داد اشتباه بله آفساید اعلام کرد. این صحنه که اصلا بازیکن ندید بازیکن ایران بازیکن امارات که پشت سرش قرار گرفته بوده و بله مثل طبیعی در طول بازی بود. اینجا که اسماعیل مطر شورت ورزشی بله گرفتن اخطار داره که داور اخطار نداده بود. این صحنه ای بود که در واقع منجر به اخطار دوم و اخراج آرش افشین شد. چند بار این صحنه رو نگاه کردیم آقای یوسفی. در حرکت سریع یعنی در اون چیزی که در مسابقه انجام میشه. البته اینجا بازیکن امارات عکس العمل دروازه‌بان امارات در مجاب کردن داور کره‌ای مثل البته این بازیکن امارات از اخراج بازی دروازه‌بانش جلوگیری کرد این کار. اگر رهاش کرده بود بعد اگر میشد. حمله بر میشد به سمت بازیکن. من اعتقاد دارم با توجه به حرکت سریع کارت زرد برای بازیکن ایران یه مقدار سختگیرانه بود. یعنی خیلی در واقع بله. ولی از اون زاویه پشتش میده یه لحظه از آرنجش استفاده کرد ولی برخورد میکنه بله. اما این حرکت دروازه‌بان چون در حرکت ما مسابقه رو سریع نگاه میکنیم اون چیزی که در زمین فوتبال اتفاق افتاد که خود دروازه‌بان باعث اخطار میگرفت یه مقدار داور مجاب کرد که بازیکن ایران اخطار بگیره یه مقدار سخت. ولی خب من میگم ایرادی به داور نیست چون در طول اون شرایط طبیعی بازی هر داوری بود این صحنه رو در بقیه موارد موردی بود که مشکل در بقیه موارد کنترل بازی بود. من فکر کنم که این داور خوب تونست این بازی رو جمع کنه و کنترل کنه. بله بازی واقعا به دوام یه مقدار سخت شد و تونست از کارتاش
به درستی استفاده کنه. من تا یه نکته رو میخوام اشاره کنم. بازیکنی که میباسی اخراج میشد از ایران در نیمه اول به نظر من آقای بنگر بود. آقای بنگر یه اختیاری میگیره در نیمه اون چند دقیقه بعد حرکتی انجام میده که از یک حمله مؤثر تیم امارات جریگیری کرد که باید اختیار دوم میگرفت. اگرچه من اعتقاد دارم اختیار اولی که آقای بنگر گرفته درست نبود. ولی دلیل نمیشه اگه بازیکن نیازی به اینه که اختیار دوم بگیره اختیار نگیره و بعد اخراج بازیکن کاملا درست بود. کارت زرد دومش بله حتی نیازی به اخراج مستقیم نداشت، فقط اون حرکت یه کارت زرد جریمه‌اش بود که تلویزیونم خیلی خوب نشون داد که حرکت اول بازیکنم که گرفتن بازیکن ایران بود با پیراهن بازیکن ایران گرفته بود بله. همون لحظه به نمایش گذاشت که این دلیلش اختیار دوم اختیار منجر به اخراج به نظر من در کل خیلی خوب زد. یه نکته هم که خیلی در پایین عرضم خدمتتون بگم، ما بعضی موقع بازیکنان ما خیلی اختیارهای ناشیانه و غیر حرفه‌ای میگیرن. آقای یوسفی مثلا آقای غلامرضایی اختیاری که گرفت اصلا، یا آقای حیدری فکر کنم اوایل خسرو حیدری بود اگه اشتباه نکنم، یه اختیار خیلی بیمورد. اصلا این اختیارا الان در فوتبال دیگه جایی نداره و این ممکنه به بازیکن در مسابقات بعدی با یک اختیار دیگه از بازی محروم بشه و ضربه بزنه. مرسی، متشکرم، در خدمتتون خواهیم بود. من دوست دارم که بحث رو دوستان عزیزمون اداره بکنن و از نظراتون هم استفاده بکنیم. آقای دکتر ذوالفقار نسبم هستن و بله